بنامه خالق یکتا و مهربان، بیندای ارجمند و گرامی تلویزیون جهانی امید 24، سلام های گرم و پر از مهر و محبت ما نثار یکایک یک شما سروران گرامی باد. برای هر کدام شما از درباری خدای یکتا و مهربان آرزوی صحت، سلامتی و تندرستی و موفقیت میکنیم. دور از تمام امراض و ویروس ها و کرونا و اینا باشه. برای وطنداران دردمند خود در داخل کشور نیز دعا میکنیم که الله پاک اونا را در حفظ و امان خود داشته باشه و از شری همه معاملگر و خائن و وطن پرست و جاسوس و بیگانه پرست نجاتشان بده و صلح واقعی به وطن ما باز کرده. با من هارزومندی بیندای گرامی، برنامه سخن روز تقدیم شما سروران گرامی میشه. در برنامه امروز ما هم بازم مطالبی از گوشه و کنار وطن داریم. بیشتر مطالب ما در رابطه با هفته شهید است، روز شهادت قافله سالار شهدای افغانستان شهید احمد شاهی مسعود است و مهمان هم داریم از آلمان، آقای رضا سلطانی، و قرار بود که یک خواهر ما هم با ما در تماس شوند که امیدوار هستم صدای ما رو میشنوند، اونا هم تماس بگیرن تا بتونیم حرفای بیشتری از هموطنان خود بشنویم. پس امیدوار هستم که با ما باشین تا همگی یک جا باشیم. قد یادآور میشم پیش از که برنامه شروع کنم که فردا ساعت 2 تا 4 در مقابل کنسولگری دولت پاکستان هموطنان ما تجمع میکنن، صدای اعتراض خود بلند میکنن در آدرس 7880 کیل استریت، فکر میکنم شمال آیوی اف شبه، که با اونجا تشریف ببرین و شما با دیگه هموطنانتان هم صدا شوین. این روزا روزای امتحان است که باید شما در همه ثابت کنین. و همتر روز شنبه بیندای گرامی ابتدا برنامه هفته شهید است که تکرار میکنیم، اگر هموطنان ما حضور میرسانیم باید قبلا ثبت نام کنن، چون شرایط کرونا را شما خودتان میفهمید که جنجال خود داره و ما به اندازه امو تعدادی که تعیین کردن مقامات سی دوستان داخل سالن خود گذاشتیم. پس بهتر است برای خاطر جمعی خودتان با ما تماس بگیرین، نام نویسی کنید، اما نه در جریان نشر برنامه بلکه در بعد از نشر برنامه و ثبت نام کنید تا وقت کم مانده. و اگر دوستایی میخواین سخنرانی کنن در تورنتو و یا پیام های دوستا میخواین که بفرستن از خارج از تورنتو و یا میخواین که در برنامه از خارج از تورنتو چه از اروپا به استثنای استرالیا که نه وقت شبیه باشه، از امریکا، از افغانستان، از جایی که هموطنان ما دوست داشته باشن که در برنامه سم داشته باشن، سخنرانی داشته باشن، میتونن که تماس بگیرن، چون برنامه بر روز شنبه از طریق زوم نشر میشه و بعدا صرف شب از طریق تلویزیون جهانی امید 24 نشر میشه. میتونید که شما هم در از طریق زوم سم بگیرین، گفتن یای تنه شی بسازه. خب بینده گرامی، قبل از اینکه برنامه آغاز کنیم توجه شما رو به اعلان برنامه هفته شهید جلب میکنیم و یادآور میشیم که در این برنامه در کنار هموطنان گرامی ما شخصیت شجاع و نترس و دلیر دیپلمات ورزیده کانادا آقای کریس الکساندر نیز جزو سخنگویای محفل می باشند. احمد شای مسعود فرزندنی آقا ای وارث محمود، فرزندنی آقا ای وارث محمود. و امروز بیندای گرامی روز شهادت بزرگ مرد از تاریخ کشور ماست که با مردانگی و پایمردی در برابر متجاوزین شرق و غرب و دستای سه شومشان مبارزه کرد
و تا آخرین قطره خون خود از سرزمین آبایی من و تو مردانه و جانانه دفاع کرد، تا جام شهادت نوشید و نگذاشت که کشور ما با صوب سرحد پنجم پاکستان مبدل شد. جهان اوشدار داده بود که اگر تکان نخورین آتش به آشیان شما نیز سرایت میکنه، و چنان شد که جهان متضرر شد، بخصوص امریکا، و مجبور شدن به کشور ما برن. اما با بعدهای رفتند و کشور ما را با بسیار بیشرمی به دست ترکستان رها کردند و فعلا شاهد جنایات ضد بشری ترکستان طالب در کشور ما هست، و نه از غرب و نه از شرق و نه از جنوب و نه از شمال، از هیچ کجای حتی یک صدای همنوایی با مردم دردمند ما بلند نمیشه، حتی یک صدای همبستگی با زنان دلیر و شجاع وطن ما، که این غربی ها و هیچ شرقی ها و همه کدام از اینا میفتن که هر کاری که میشه حقوق زنا پایمال نشه، ولی امروز حقوق زنا پایمال است، حتی صدایی بلند نمیشه. امروز روز شهادت قهرمان ملی کشور است که خوب میدانست دشمنان داخلی، منطقه‌ای و بین المللی تصمیم به حذفش گرفتن، و ثبت تاریخ است. ملاقات های قهرمان ملی با خانم رافائل معاون وزارت خارجه دوران کلینتون در منطقه استالف و در دوشنبه تاجیکستان، که دوشنبه من در میتین نبودم ولی در تاجیکستان بودم چون از وطن برگشته بودم، که تاریخش خوب صحیح یادم است که 29 اکتبر سال 2001 بود، مثلا میخوایم سال 2000 بود، و خدا غریق رحمت کنه ما با امرای جنرال عدود زرک چند روز پیش جام شهادت نوشید، در منتظر بودیم در میموخانه به همراه آقای غیرت و آصف دلاور، که در همه روز رافائل در تاجیکستان بود، بار دیگه از مسعود تقاضا کرد که دست از مبارزه برداره، به هر کجایی که میخواه برم، به هر جزیری که میخواه بره برش میتیم، ولی دیگه مقاومت نکنه، پلان ما رو برهم نزنه و ما کاری دیگه بایش نداریم. ولی باز هم بسود همونطوره که در این بخش تاریخ بیندگرام بار بار شنیده، ولی امروزی را کمی به دقت گوش کنین. باز هم در دوشنبه کلاه خوده بر زمین گذاشت و گفت برای در استالف گفته بودم به اندازه کلاه در کشور ما جا داشته باشم، مقاومت میکنم، مبارزه میکنم. و در همون روز همونطور که برای شما گفتم، این رافائل پیشنهاد حتی جزیره را در کشور جزایر انگلستان کرده بود یا امریکا یا هر جایی گفته بود میریم، ولی قبول نکرد. مرگ با عزت قبول کرد، مرگ شرافتمندانه را قبول کرد، خون پاک خود در داخل سرزمین خود ریخت، ولی نهال آزادی را بیشتر از گذشته آبیاری کرد، تا باشد نسل های بعدی قدر این سرزمین بدانند و در حفظ و حراستش با پامردی بکوشند. مسعود رفت از جمع ما بیندایگرامی، جهان به کشور ما آمد و دیدیم که در کنفرانس بود چی وعده هایی کردن، و دیدیم که بالاخره بعد از 20 سال چی بیشرمانه راه فرار در پیش گرفتن، آمدن تا تروریست را سرکوب کنند، ولی وقت برگشتن ده ها گروه تروریست را در کشور ما تقویه کردند، زنده ساختند و قدرت برشان گذاشتند و خود با تمام ساز و برگ نظامی خود فرار کردند.
ولی فرق بین کسایی که امروز در داخل کشور در مقابل مقاومتگران و در مقابل کسایی که سینه سپر کردن و در برابر دشمنان وحشی و دشمنان بیرحم می جنگن چی هست؟ چرا اینا امروز اطلاعیه های صادر میکنن در نبود رهبر مقاومت، در نبود قهرمان ملی؟ اما ای کاش که همین اطلاعیه ها رو صادر نمیکردن، در عوض اطلاعیه ها اینا امروز یک صدا میگفتن که ما میریم در کنار یادگار مقاومت، در کنار یادگار رهبر ملی، در کنار یادگار قهرمان ملی کشور احمد مسعود قرار میگیریم و از سرزمین آبایی خود دفاع میکنیم. این بهتر بود تا ای که این هموطنان ما که هر کدام به نام مسعود امتیاز گرفتن در 20 سال گذشته، اینا از قانونی گرفتن تا هر کدام از اینا، اینا فقط مسعود گفتند و امتیاز گرفتند و چاپیدند و هر کاری که بگین کردن. من نام نمیگیرم ولی روز خود از اینا میفهمند. ولی در فرجامین مسعود مرگ قبول کرد، ولی کسانی که مسعود میگفتن اینا فرار برقرار ترجیح دادن. یک تعداد قبلا فرار کرد، یک تعداد رفتن سند تسلیمی به پاکستان دادن و از پاکستان هم به جای دیگه فرار کردن و همتون سند تسلیمی آغاز جریان داره و شروع میشه. پس چی بهتر که به من گفتی شعر مهدی سهیلی که دیگه چیز گفته بود، ولی در اینجا ما میخواییم کم تغییرش بدیم، که سهیلی بزرگ گفته بود که خداگوی با خداجوی فرق دارد، خداگو با خداجو فرق دارد، حقیقت با حیاموی فرق دارد. ولی ما میتونیم بگیم که مسعودگو با مسعودجو فرق دارد، حقیقت با حیامو فرق دارد. کسانی که رهروان راستین رهبر مقاومت ملی افغانستان بودن امروز باز هم چی در سنگرهای داغ، در سنگرهای مبارزه و چی در سنگرهای مثلا فرهنگی و مدنی قرار دارن و از آرمانهای یک ملت دفاع میکنن. وای به حال کسایی که در بدترین حالت در بدترین روزها ملت تنها گذاشتن. کسانی امروز برای ما پیام گذاشته بودن که زیاد در رابطه با مسعود باید صحبت نکنیم، ولی ما دلیل که اونا منطق داشته باشه حرفایشان ما دلیل نیافتم. ما شخصیت پرست نیستیم، ما کسی را یا مسعود را با اساس تعلقات قومی و منطقوی و زبانی و این و آن ما او را احترام نمی کنیم. ما مسعود به خاطر مبارزه راستینش، مقاومت راستینش، غرور ملیش ازش دفاع میکنیم و تا زنده هستیم مثل رهرو راهش هستیم. شخصیت پرستی تا حمایت از یک قهرمانی که خون خدا به خاطر دفاع و از وطن داد زمین تا آسمان فرق میکنه، اما لعنت میفرستیم به تک تک طالب، لعنت میفرستیم به تک تک کسانی که از طالب به هر اساس و ملحوظاتی که از دفاع میکنن. این قوم وحشی، این قوم بیمروت، این قومی که اصلا راه انسانیت نرفتن، ببینین جز خلق جنایت، جز تباهی، جز بربادی هیچ کار دیگه این جنایتکاران ندارن. من نمیفهم چرا تمام جنایات از اینا در شمال کشور است. آبدات تاریخی باید در شمال کشور از بین بره، یادگارهای تاریخی ما باید در شمال کشور از بین بره و بالاخره ای ترستان وحشی، ای شیادین اس، ای خائنین ملی کار به جای رساندن که با مقبره شهید بزرگوار ما، با مقبره احمد شاه مسعود امروز اینا بازی کردن و مقبره را تقریبا خراب کنن. برین خراب کنین و ایران کنین، از بین ببرین. اما آیا میتونین عشق مسعود از قلب انسان ها بدور کنین؟
مسعود تنها جایش در قلب هموطنان ما نیست که در قلب میلیون ها انسان است. اینه چگونه از بین میبرین؟ هر شما وجدان داشتین که شما به مقبره از این بزرگوار رفتین، گناه و جرمش امی بود که از این خاک دفاع کرد، در برابر امی تروریستان وحشی قرار گرفت و اجازه نداد که این وحشی ها در 20 سال قبل افغانستان صبح سرحد پنجم پاکستان بسادن، ولی امروز عقانی های خائن، عقانی های وابسته، عقانی های نوکر، عقانی های که واقعا دشمنان واقعی مردم افغانستان هستن، اینا با بیشرمی، با فقط و پستی، با خواری و زبونی باداران خود به پنشیر میرن که بمباردمان کنه و مقبره رهبر مقاومت افغانستان، افتخار افغانستان، بانی افغانستان اینا باید ویران کنن. چرا صدای هست دیگه هموطنان ما بلند نمیشه؟ چرا اعتراض نمیکنن؟ چرا محکوم نمیکنن این جنایت را که اینا مرتکب شدن؟ ساده میخوایم پرسان کنم، اگر امید تیمی که اینا رفت بودن در یا ویرانی کردن، خب دقت کنم وطن گرامی، یه حرف من حرف تعصبی نیست، اگر خدای ناخواسته این طالب از شمال می بود و می رفتن در قندهار یا در پکتیا یا در دیگر ولایت ما و جاهای تاریخی و مقبره ها و اینا رو ویران میکرد، بازم سکوت میکردین؟ چرا صدای اعتراضتان بلند نمیشه؟ برای از این که انوزم یک تعداد مطلق در اونمو قوم پرستی، در اونمو منطقه پرستی، در اونمو برتری طلبی غرق هستند و چشمانشان کور است تا واقعیت ها رو ببینه که امروز اگر ظلم در شمال میشه، باور داشته باشین که این ظلم دامنش به جنوب و به شرق و به غرب و به همه جای کشور میرسه. طالب رحم نداره، طالب انسان نیست، طالب یک ماشین جنگی است که فقط برای کشتن و ویرانی ساخته شده و در برابر این ماشین جنگی سکوت معنی مرگ میته، سکوت معنی در ذلت زیستن میته، سکوت در به معنی اسارت رفتن میته، توقع غلامی را به گردن انداختن معنی میته. بذار امروز دشمنا مقبره شهید مسعود را ویران کنن، ولی یادشون باشه که این ملت انتقام بسیار سختی از اینا خواهد گرفت در میادین جنگ و ماهایی که در بیرون هستیم با زبان خود، با قلم خود، با گفتار خود همیش اینا را نفرین میکنیم، ما همیش اینا را لعنت میفرستیم. بسی که اون شعر است که دیگه درد وطن درمان نمیشه، از این بدتر دیگه ویران نمیشه، چنون با جهل خود طالب روان است که هرچی میکنم انسان نمیشه. امروز رهروان راستین مسعود بزرگ در داخل کشور مسلح هستن و این پیامه برش وطنان ما که در بیرون هستن، گاه ناامید و گاه امیدوار هستن فرستادن، ولی قبل برو روح قافله سواران شهدای کشور ما و دیگر شهدای عزیز ما که در طول 42 سال به خاطر حفظ استقلال و ناومیس ملی ما جانهای شیرین خود از دست دادن شاد باد، یادشان گرامی باد، جنت فردوس مکانشان، جاه دشمنان وطن ما دوزخ سوزنده باد. الحمدلله رب العالمین ولاقبت للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. مردم افغانستان، مجاهدان، مقاومتگران، خواهران، برادران، مادران، جوانان، کودکان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شما میدانید که طالبان این گروه متعصب، ستمگر و متجاوز بر امن‌ترین ولایت افغانستان یعنی پنجشیر
تجاوز کردند و فضای وحشت و کشتار و بیرحمی را بری ولایت مسلط ساختند. امروز پنشیر قلب افغانستان است و به نمایندگی از افغانستان و آرزوهای مردم افغانستان که بارت از صلح و یک حکومت عادل است دفاع می کند. باید به طالبان و همه کسانی که طرفدار اونا هستند بگویم که وارد شدن طالبان در پنشیر به هیچ صورت به معنای پایان جنگ نیست، بلکه این آغاز جنگ است. من متیقن هستم که مجاهدان و مقاومتگران و فرزندان با ایثار شما برای دفاع از ارزش ها ناامید شما تا پای جان می جنگند. در این زمان می خواهم که کشورهای جهان و سازمانهای بین المللی حکومت طالبان را به رسمیت نشناسند. این حکومت متعصب، متحجر، مرتجع و یک قومی به خواست و اراده ملت افغانستان وجود نیامده، بلکه بر اساس زور، تجاوز و به خاطر دفاع از منافع کشور خارجی به نام پاکستان به خود را رسیده است. نکته دیگر این که از تمام کشورهای جهان و به خصوص کشور و سازمانهای خیریه تقاضا می کنم برای مردم پنشیر، به خصوص زنان و اطفال و کودکان یا مشکل گرسنگی، مشکل ادویه و حتی شیر خشک کودکانشان نیازمند هستند کمک کنند. طالبان ستمگر راه ها را بر سر مردم پنشیر بستند. کاری که مشرکین قریش با مسلمانان در شعب ابو طالب کرد، امروز این گروه بنام مسلمان در حق مردم پنشیر ادا میکنند و اجرا میکنند. یک بار دیگر به شما اطمینان میدهم که مقاومت ادامه دارد و ادامه خواهد یافت تا زمانی که همه فرزندان صدیق کشور زنده هستند. من به زودی یک قیام ملی را و یک قیام عمومی را در سر تا سر افغانستان بر علیه طالبان اعلام میکنم. از این طریق میخواهم به تمام مردم افغانستان، مجاهدان و مقاومتگرانی که در هر گوشه افغانستان است بگویم که برای یک قیام عمومی و ملی در سر تا سر افغانستان آماده باشند. من تاریخ این قیام را از طریق همین رسانه ها اعلام خواهم کرد و آرزو دارم که این پایان کار یک گروه مزدور و اجنبی و دست نشانده باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. نعره تکبیر! الله اکبر! نعره تکبیر! الله اکبر! الله اکبر! پیامی بود از داخل جبهه و از کسایی که بار دیگه در سنگر مقاومت مرحله ترستان، مرحله دوستان، مرحله وحشیان قرار گرفتند. گزارشات از مظاهرات هموطنان ما در گوشه و کنار وطن داریم، اما قبل از او بیندای گرامی امروز عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهادی همزمان با 20 سالروز شهادت شهید احمد شاه مسعود قهرمان ملی کشور گفته که حمله طالبان بر پنشیر باید فوراً متوقف شود. سیاف امروز پنجشنبه در سالروز شهادت احمد شاه مسعود قهرمان ملی گفته که پنشیر یک بخش زیبا و نامدار از سرزمین مردخیز با عزت و پر افتخار ما افغانستان می باشد. او افزوده است که یورش بر حریم زندگی، مال و جان و رمزهای تاریخی مردم مسلمان و مجاهدان قطعا ناروا و دور از مروت است و باید فوراً متوقف شود. خب خبرهای دیگه داریم، ولی میخواییم که خبر جالبی رو برای شما بفرستم که دیروز یادتان است که اشرف غنی بابای فراری دزد و خائن نوشته کرده بود که دزدی نکرده ولی از مردم معذرت میخواه. یادتان است که گفته بود کارهای باقی مانده امان الله خان تکمیل میکنه. یادتان است که در آخرین روزهای حیات ننگین خود در کابل گفته بود که امان الله خان از کشور فرار کرد و جنجال برای ما ماند. اما تا نوزه آیا فهمیدیم شما که چه کارهای باقی مانده بود از امان الله خان که یه آدم انجام داد؟ ولی پایان کار هر دو یکی بود. امان الله خان هم از کشور فرار کرد و غنی هم فرار کرد. اما آیا گپ های غنی مورد قبول هموطنان ما قرار دارد؟ یک گزارش 8 دقیقه با هم میشنویم، بعدا برمیگردیم با آقای رضای سلطانی از آلمان که ببینیم اونا چی کارهایی را شروع کردن و چی کارهایی را میخواین انجام بدن در چند روز آینده. با هم باشید. نجیب دهزاد در رابطه با این عرف متفکر دوم که دزدی نکرده ام سازمان ملل متحد میتواند دارایی هایم را بررسی کند نوشته است.
کاکا اشرف، کاش پول ملت می بردی، کاش زمرد پنشیر می بردی، کاش لاجورد بدخشان، مس لوگر، طلای باختر، ولی تو آبروی افغانستان را بردی، نبردی؟ سرقت که نکرده ای پس غیرت افغانی من کجاست؟ تو تاریخ 5000 ساله این سرزمین را گذاشتی سر چهار راهی آریانا، خودت فرار کردی. فیض امید با 50000 پشم آلوی پنجابی آمد، این تاریخ را تاراج کرد، نکرد؟ تو شاید با خودت پول نبردی، اما سرنوشت 36 میلیون انسان را به چنگ یک باند مافیایی مذهبی سپردی که نه آدم میشناسد و نه خدایی که به اندازه مهربان و نهایت با رحم است. بعد از فرار تو نه حریت داریم، نه هویت داریم، نه هنر داریم، نه هنرمند داریم، نه ادبیات داریم، نه مسلک، نه سرنوشت، نه نان، نه کار، نه خبرنگار، نه روزگار و بالاخره نه لبخند. لعنتی، کاش پول من را می دزدیدی، تو که تاریخ من را، تحالی من را، ترقی من را، تحصیل، تلاش، تفاخر، تسامه، حتی تبسم ما را ندزدیدی؟ غنی خاین دروغ میگوید. مطلب دیگه است بین دایگرامی. من در 8 روز اول حضور طالب در کابل بودم و با شمار زیادی از مقامات امنیتی پیشین به شمول افسران ارشد رده اولیه پی پی اس صحبت طولانی داشتم. هیچ اطلاعی امنیتی مبنی بر تهدید جدی به جان غنی وجود نداشت، بلکه غنی پیش از فرار محافظین خود را اقبال کرده به وزارت دفاع فرستاده بود که گویا به سوق اداره می آید، در حالی که ارشدترین مقامات امنیتی به شمول جنرال های محافظتش منتظر آمدن غنی به وزارت دفاع بودند، از راه عقبی فرار کرد. همزمان هیچ یک از وزرای امنیتی خطر تهدید به جان غنی را تایید نکردند و نمی کنند. مهمتر از همه، غنی و قبلا کرزی سالانه 10 میلیون دلار را هزینه محافظت خود توسط پی پی اس می کرد و حتی اگر چنین تهدید هم وجود می داشت که برای رهبران کشورها امر معمول است، تمام حکومت و نیروهای امنیتی را برای دفع تهدید در اختیار داشت. همزمان غنی پیش از فرار از چندین تهدید با هیچ کس، حتی معاونین خود و وزرای امنیتی صحبت نکرده بود و نمیخواست که پلان فرارش مثل نجیب افشا شود. مثلا سال چند ساعت بعد توسط شخص دیگری که من در مجلس حاضر بودم از فرار غنی آگاه شد. حقیقت این است که او خائن، بزدل، چپاولگر و بود که لاش فیزیکی بدون روح، وجدان و شرف فرسوده اش را بر زندگی 35 میلیون انسان مظلوم ترجیح داد و بعد از غارت منابع مملکت راهی زندگی رقتبار شد که لعنت دائمی خداوند، مردم و جهان تا ابد همراهیش خواهد کرد. در مورد دزدی پول چند موضوع جدی مطرح است. اول، پس از فرار غنی پی پی اس با پول باقی مانده درگیر شدند، جزئیات باید واکاوی شود. دوم، در هفته اخیر بخش بزرگی از پول فیزیکی حکومت زیر نام تخصیص اضطراری به خاطر جنگ به اداره امور انتقال داده شده بود. خالد پاینده و نظیر کبیری به حیث سرپرست و معین وزارت مالیه مسئولیت اخلاقی و وجدانی دارند تا جزئیات را باید با مردم شریک کنند. سوم، ارگ و زیر مجموعه آن به ویژه اداره امور و شورای امنیت میلیاردها افغانی پول اپراتیفی داشتند که هیچ نوع سند رسمی برای هزینه اش نیاز نبود و فقط به حمایت سیاسی غنی مصرف می شد. چهارم، شبکه وسیع اقتصادی محب در نهادهای امنیتی، فضلی در ریاست های خریداری مالی و لوجستیک وزارت ها، وافی امین در اداره امور و شبکه زنان و مردان فاسد رولا غنی در وزارت های سکتوری انکشافی، مخابرات، گمرکات و معارف، سعت و صلح باید بررسی شود. بعدهای شماره
شورای امنیت، اداره امور و رولاغنی از شمار مقامات باج افتوار می گرفتن. پنجم، بررسی بین المللی باید در قراردادهای بزرگ تدارکات غنی و رابطه چپاول کشور با شبکه دزدان گروهک ماهب فضلی و رولاغنی صورت گیرد. البته نباید کودکستان وید عمر را نیز فراموش کرد. حق مردم است که سایر همکاران سکتور مالی، افراد با وجدان و وطن پرست در برابر این خائن و فرزندان سیاسی و زن چپاولگرش افشاگری کنند تا این خائن بزدل، دروغگو مجال برای توجیه و سفیدکاری بربادی مردم و وطن را هرگز پیدا نکند. ضمناً باید یک دادگاه بی‌طرف اخلاقی بین المللی برگزار شود تا همه فرصت افشاگری خیانت را داشته باشیم. البته من خودم بابت 11 ماه کار در وزارت صلح آماده هر نوع دادگاه رفتن هستم. نشتی بود از عبدالله خنجانی. اما آقای سیامک هیروی نویسنده سرشناس وطن نوشته کردن های غنی، های بی وطن، نه خاک بر سر، های خائن، لطفاً خفقان بگیر، لطفاً آن دهن کثیف، آن طلحت منعوس و آن صدای نجس خود را به گور ببر. هیچ سخنرانی و هیچ پیام و هیچ دلیل گناه تو را پاک نمی کند، هیچ کس هم تو را نمی بخشد. تو با سرنوشت ملت بازی کردی که چشم و امیدش به آینده و صلح و جایگاه برابر بود. تو فقط خواستی آن جان شغالی و آن مغز متعفن خود را از ورطه نجات بدی و به جایی ببری که فقط داشتن پول مستاق انسانیت است. تو میگویی پول ندزدیده ای، گیرم ندزدیده باشی، گیرم در این سالها نه تو، نه برادرها و نه خانمت و نه آن کودکان دور و برت که همه امور کشوری را زیر سلطه داشتن پول به جیب نزدن، مگر فرار تو و معلق گذاشتن نظامی که در 20 سال با شهادت صدها هزار سرباز و جوان و پیر این کشور تن به استعلا نداده بودن خیانت خورده بود؟ نه چیز بود؟ و این 169 میلیون دلار رقم بالاتر از آن بود؟ تو با 51 نفر از نزدیکانت با دو هلیکوپتر به ترمز رفتی. تو نیمه روز به آنجا رسیدی و ساعت 10:22 دقیقه شب به وقت محلی از ترمز با هواپیمایی که از قبل برای چارتر شده بود به امارات گریختی. لیست 51 نفره که تو را در این فرار همراهی میکردن ثبت فرودگاه شده و به رسانه ها درس کرده است. اسامی همه با حروف لاتین نوشته شده و ساعت و دقیقه پرواز و نمبر پرواز هم درج است. خبر دزدی پول ها رو هم سفیر روسیه و منابع از تاجیکستان افشا کردند، چون آنها عضو ممالک مشترک المنافع هستند و با ازبکستان همکاری امنیتی و استخباراتی دارند. تو مطمئن باش که خیانت و اتهام دزدی تو با اعلامیه و پیام شسته نمی شود. اتا سریال نمبر دلارهایی را که با خود برده ای در فرودگاه ترمز ثبت است. اگر نمی بود سفیر یک کشور مثل تو احمق نبود که دروغ بود و تو فیصل به هوا بیندازد. خب اگه سیاست مدارا می فهمیدن که بسیار سخت محکوم تاریخ میشن، شاید اینقدر ذلت و اینقدر بدبختی را قبول نمی کردن. ولی برحال امروز عامل تمام مصیبت، تمام بدبختی امی غنیست که وطن ما و شما را زد با مشکلات فراوان روبرو ساخت و ما امیدوار هستیم که روز یادم تاوان تمام مصیبت های خود بده. حداقل پولایی را که دزدیدن اینا اما پولا را پد با وطن بارد گردانن و بیاین برای آبادانی وطن کار بگیرن. خب ما آقای سلطانی رو داشتیم با خود، فعلا اونا فکر میکنم کمی فریز هستن و دوست داریم که اونا یک مرتبه خارج شوند و بعد دوباره وارد سیستم شوند تا ما اونا رو با خود داشته باشیم. آقای رضای سلطانی یکی از هموطنان بسیار فعال ماستن در جرمنی که کارهای بسیار متفاوته ولی بسیار با ارزش را انجام میدن. آقای سلطانی صدای میشنوین، شما لطفا فحش شوین. خب بیدای گرامی،
تا که آقای سلطانی پس دوباره فعال میشن ما برای شما خبرهایی را داریم که خدمت شما تقدیم میکنیم. اعلامی مظاهره گردمایی هست که گردمایی اول روز یکشنبه 12 سپتامبر ساعت 12 چاشت در لندن است که هموطنان ما در کشور انگلستان مطلی باشن. و دومش هم در آلمان است. با آلمان میریم و سلام میگم با آقای سلطانی عزیز. سلام سلطانی عزیز، تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. درود سلام خدمت شما، خدمت بیننده های تلویزیون امید 24. یک سلام خاص تقدیم میکنم برای تمام هواداران جهاد و مقاومت مردم افغانستان. یک درود میفرستم برای روان پاک شهدای واقعی ولایت پنجشیر سرزمین حماس. آفرین، من در خدمت شما هستم. تشکر، سلامت باشین. خب هفته شهید است، در ابتدا شما میخواییم بپرسیم که چه آمادگی ها گرفتین، بعدم صحبت میکنیم. بفرمایید. اول قبل که در گذشته به سام نظر حواداران جهاد و مقاومت به مردم افغانستان رساندیم به صفحه فیسبوک و دنیای مجازی انجمن فرنگی آمستگ شهید مقام شهر فرانکفورت و مدیریت جناب آقای کوسار و جناب آقای امیری و هم در بخش از او قرار داریم و سایر عزیزا، تصمیم گرفتیم که مثل سالهای قبل بتانیم هفته شهید و سال روز سپهسالار جهاد و مقاومت مردم افغانستان شهید احمد شاه مسعود قهرمان ملی کشور و استاد شهید در شهر فرانکفورت تجلیل کنیم. برنامه ها تقریبا یک ماه میشه که سرازی کار میکنیم که تا بتانیم یک روزی به یادماندنی را تجلیل کنیم. بخاطر از امام امشب میمان برنامه شما شدیم. ممنون از شما که صدای هواداران جهاد و مقاومت را گوش هوادارانش میرسانید. تشکر، سلامت باشین، ممنون. و قسمی که ما اطلاع گرفتیم و شما هم توضیح دادیم، برنامه شما روز دوشنبه است، بله؟ نه، یک شنبه 12 سپتامبر، یک شنبه ساعت 1 بجه الا تا ساعت 5 بجه در شهر دارمشتاد. البته غلط فهمی نشه که فرانکفورت و دارمشتاد تقریبا 15 تا فاصله نداره، بوتر در شهر دارمشتاد است. اما تو برنامه داریم که احتمال زیاد پس از ختم پروگرام سالروز آمرسیب شهید یک حمایت از احمد مسعود یکان فرزند آمرسیب شهید که واقعا مظلوم واقع شده ولایت پنجشیر دفاع میکنه از سرزمین، احتمال زیاد است که اگر راپیمایی هم شد از طرف همین دوستایی که علاقمندایی که تشریف میارن، احتمال در سرروز شنبه در شهر فرانکفورت یک ترتیب ساعت کلی در علیه طالبا و در علیه این گروه تهاجر هم هست که در این یک سمی و سزای هم انجمن فرنگی هم سوی شهید دارم که اکثر عزیزای ما اطلاع رسانی میکنیم که از تمام حواداران افغانستان مخصوصا جهاد مقامات فعانیزی هستیم که تشریف بیارن تا یک صدا شدیم که تا این صدا ما و گوشی تروریست های طالب و آمیان طالب برسن روز شنبه. البته تشکر. امروز چی گپ بود در آلمان؟ من فکر میکنم امروز هم انفتران ما تظاهرات داشتن در یکی از شهرها. البته ما تا تقریبا 2-3 بجه وقت آلمان در اساس تلفن و تلویزیون چیزا نبودم، فیسبوک چک کردم که در آلمان صدا بلند شده و گوشه کنارش کرد دوست ما بالاخره زمینه برشان مساعد هستم که این دین را گردن خود میبینم بلند شدن تظاهرات هست. اما در روزای شنبه و یک شنبه که اکثر وطنداره ما کار ندارم زمینه برشان مساعد هست، انشالله که در هفته آتی پیوسته تظاهرات ها بالاخره در برابر این گروه تهاجر انجام میشه. امروز هم در آلمان تظاهرات بوده ولی دقیقا نمیفهمم در کدام شهر بودم. تشکر، ما بعدا برنامه چی نشر میکنم. آقای سلطانی، شما که جوان هستین که بیشتر در دو جبهه کار میکنین، در دو بوت کار میکنین، گاه ورزشکار هستین گاه سیاسی هستین، میکه امروز در بحث سیاسی از شما بپرسیم که آنچه که در افغانستان اتفاق افتاد از تصور به دور بود و آنچه که امروز جریان داره هم غیر قابل قبول بود. چی فکر میکنید چرا جهان یک مرتبه در برابر قضیه کشور ما بی تفاوت شد و امروز که طالب جنایت میکنه جهان هم حمایت ظاهرا میکنه و نظاره میکنه؟ از دید شما
چی عامل وجود داشت؟ اول خود قسمت صحبت بحثی که ما در بحث رئیس یا همو سرپرست مجموعه فرنگی ورزشی آموزش ویژه و مؤسس ازو هستم و او قدر علاقمند در کار سیاسی نیستم، اما هر شهروند افغانستان مسئولیت دارد در برابر وطن خود لاغل یک اظهار نظر بکنند. این نیست که حتما سیاسیون بیاد در اینجا صحبت کنه یا تحلیلگرای سیاسی و نظامی. ما هم در بخش کار میکنیم که آموز همیشه یک آدم سیاسی بوده، یک آدم قهرمان بوده، یک آدم اجتماعی بوده و اگر ما بس سیاسی گپ سیاسی هم نزنیم، خواسته نخواسته دشمنان راه و آرمان ما تاپا به ما میزنن. ما دور از بس قومی و سمتی و زبانی لسانی صحبت میکنیم، اما امشب مجبور هستیم که یکم واضح‌تر صحبت کنیم. بفرمایید. این تقریبا 20 سال است که برنامه‌ریزی بود که باید نسل جهاد و مقاومت فرزندان واقعی این کشور در این سرزمین باید مثل غلام باشند. باید اینا حرف اول دوم سه در این کشور نزنند. 40 سال قبل یا 45 سال قبل یک نفر پیدا میشه به نام استاد شهید و سایر دوستان که آموزش شهید مبارزات خود از دانشگاه و پنتون شروع میکنن تا بی‌عدالتی در این کشور لااقل 50% فروکش میکنه. که البته همین بیعدالتی شاید در 250 سال یا 200 سال حکومت دوستا بودن در این وطن ما که مجبور میشه چند نفر در مبارزه استاد میشه. در این اواخر هم آقای غنی و تیمش و دار دستهش برنامه شمی بود که در روز اول مشخص بود که دولت نظام اردی ملی را دستاوردار در دامان طالب میریزن. وقتی که شما در سال 2011 یا 2013 که خطر میه دفتر برای تروریست ها ایجاد میکنه، زمینه مساعد است که دولت این نظام در دامان طالب سقوط میکنه. این خوب پیش بینی شده بود. یک آدم عوام هم که به سر خیابان پرسان کنه میفهمد که آقای غنی برنامه‌ش است که این دولت هم برای وطنداره و انتواره خود طویل بوده. این که حال یک تلو دوستان میگیم که آقای غنی برنامه را نوشته کلن جانب دارانی. شما اکثر فیسبوک، تویتر، دنیای مجازی سعی میکنید. من از یکترین دوستان پشتون داشتیم که عزیزان مثلا دوستان مثلا هیچ وقت ما نگیم که بدون پشتون و بدون ازبک و بدون هزاره در یک طالب بتانه یک نفر حکومت بکنه و یک نفر از این دوستان نشته نکردن که این طالب کنخور هستن، طالب وزیر پاکستان هستن، ایسی نکردن. حتی متاسفانه جایی با دیدیم که نشته کردن که لندغران در ختم شد. برحال این زمینه مساعد شده بود. ما این گلهی را از امریکا و اروپا و کانادا نمیتونیم داشته باشیم. ما این گلهی را برای کسایی داریم که با آدرس احمد شامسود، با آدرس استاد ربانی، با آدرس جهاد، با آدرس مقاومت 20 سال امتیازگیری کردن. از طرف بدخشان گرفته تا هرات و باستان، تا سرزمین شمالی و تا قندوز و تا تخار. هر کس به نوبه خودش از پکول مسعود، از راه مسعود، از مقاومت استاد شهید یک سو استفاده را کردن، برای خودم زراندوزی کردن. آیا سوال ما در برابر از اینا باید باشه؟ دشمن خوب بازی از دشمنی خود میکنه. دشمن میخواست که لااقل باید اونم که 100 سال قبل یک نفر با یک کمربند به صفات شمال میمد، تمام مردم فارسی زبان با کمربند میبرد در کمیساری یا در دولت، میگفتن که شما مالی خود را پرداخت کنید. مجبور میشدن این مردم میرفتن استعفا میکردن زمینای خود. دشمن خود برنامهش مشخص بوده. اما دوستان ما که از دست تو استفاده کردن چرا امروز پاسداری نکردن با آرمان مسعود که تا آرامگاه قهرمان ملی به این حالت بشه؟ باور بکن که ما 5 شب 6 شب است که به خدا استراحت کرده باشم. یک آدمی که لااقل اگر خائن بود، وطن فروش بود، در این کشور خیانت کرده بود، لااقل اگر در برابر شمشکاری میشد قلب آدم نمیشکرد. شما ببینید که یک خائن که به نام امان الله خان کشور اعلام میکنه، در برابر وزرا زن خود روسری شتا میکنه که می مردم باید این کار، در برابر آرامگاه از او قبر از او گل میذاره برادران طالب، ولی یک کسی که سالای سال مبارزه بر آزادی، بر استقلال، بر آرامش این مردم، یک روز هم خودش آرامش نید قبر از او را یا آرامگاه از او را میان انفجار میتن، میان سنگ از او را میشکنن. این گله ای را ما باید از اطمامت نور بکنیم، با آقای قانونی بکنیم، با سرزمین شمالی که 20 سال برادران ما از شمالی شورای شمالی جور کردن، از مقاومت مسعود، از مبارزات مسعود گفتن که ما مقاومت کردیم در برابر طالب بلگرد استادیم. بله ما نمیگیم شمالی و کاپیسا و پروان مبارزه نکردن، استاد شدن، با مرده طالب دیوال جور کردن، اما برابری کی؟ اما وستادگی کی؟ حتی تصمیم قاتل اگر مسعود نمیگرفت، آیا همین مقاومت در سال 2000 در پنجشیر یا در پروان یا در کاپیسا بالاخره تحقق میپذیرفت؟ نمیپذیرفت. بیایم یکم واضح‌تر صحبت کنیم. ما این توقع از دوستای خود داریم. هر چیزی که شده امروز ما از چشم خود باید ببینیم.
دشمن مشخص است، برنامهش مشخص بود، پلانش مشخص بود. وقتی که 4000 طالب اعلام میکنه، وقتی که تفاهم میکنه، وقتی که تمام ولگردای دنیا را میارن اعلام میکنن، در پل چرخی یا در بگران زندان بودن، رفتن در پروسه سر چیشتن. امی آقای اقبانی امروز آمده وزیر شده، عطا محمد این موضوع را نمیفهم، آقای امرالله خان نمیفهم، کل گزی ها میفهمیدن، ولی اینا معامله کرده بودن، ولی اینا در برابر خون مسعود، در برابر رای مسعود پول گرفته بودن که دهن یک کسی، یک جوان مبارز از کابل بلند میشه، یک دیر نرتو میکرد او را میبردن. مثل آقای کی بود امی سبزی فروش ما شما، یک جوان بسیار مبارز از بدخشان بود، آمد به تیم آقای غنی در کنار آقای کی استار شد، معاون اطلاعات فرهنگ شده بود، نامش از یادم رفت. امی جوان این چقدر یک آدم مبارز بود. تمام بدبختی ما، تمام بدبختی ما از بزرگای ما، مخصوصا بزرگایی که خدا بسیار نزدیک از آمون سبی شهید می دانستن. روز قیامت امان نامی از یا به دوست چپشان انشالله که در روز محشر گردن پت در برابر مسعود صاحب می شن. خدا اینا رو بشرمانه. ما دیگر چی بگیم؟ با خدا اگر اصلا هر طوری که فکرش کنیم جور در نمی آید که جوانی که 20 سال وقت خود گذاشت در قرار و قصبات پدر از او را بالاخره به مجبوریت تحصیل کنند، درس خواندن، رفتن دانشگاه و پنتون، امروز آمدن در صفوف اردوی ملی، امروز آمدن کارشناس شدن، امروز آمدن تحلیلگر شدن، امروز آمدن جامعه مدنی رو بالاخره مدیریت میکنن، اکثر جوانا کل ذهنتون نابود شد. اکثر از یا امروز به خدا قسم به خانه نمیتونن بیان بیرون. ما با هزارش در تماس و ارتباط هستم، میگه به خدا ما بریم بیرون طالب ما رو میگیره. اصلا شاید علنی ما رو، جان ما رو ترور نکنم، ولی مخفیانه جان ما در خطر است، ما ترور میشیم. این مشکلات هست که جناب آقای خالد عزیز کل اگه از دیره میگه از ماست که بر ماست. باعث از این کار بزرگای تاجیک شده. امروز ما این توقع رو با جنرال دوستم یا با آقای محقق یا با آقای خلیلی ندارم. اونا بر اساسی قوم خود، بر اساسی جایگاه خود، حق خود در برابر بالاخره یا غنی یا آقای کرزی گرفتن، جایگاه خود پیدا کردن. ما افتخار میکنیم که برادران از داره ما درس خوندن، تحصیل کردن، جایگاه خود پیدا کردن. اما تاجیک ها چی کردن؟ تاجیک ها غیر از سفارت گرفتن برای اولادای خود، امتیاز گرفتن برای خودشان، وزیر شدن، معاون شدن، مملکت کردن، چی کردن دیگه؟ احمد شاه مسعود فرزندش 20 سال در بیرون تحصیل کرد، درس خوند، پول از دیرم نه قانون نداده، نه کرزی داده، نه احمد یاخان داده. 4 تا آدمی که دلش با مبارزات مسعود نیست و لاغل یک کمک برای احمد مسعود کرد تحصیل خدا بکنه. امروز آمد در برابر بیعدالتی استار شد، هیچ وقت نگفت که من اقتدار کل افغانستان رو میگیرم این فرزند احمد شاه مسعود. گفت نه، ما آمدم در برابر از این مردم مسئولیت دارم، در برابر از این خاک مسئولیت دارم. آمد استار شد، یک صدا بلند نشد. امی قیام آخری که احمد مسعود اعلان کرده، شما از یک مقاومتگر یک چیز یک اسلامه را دیدین به نیاز خدا؟ اینا یک شورا را در شورای شمالی در پروان جور کردن، باور کن کلش آدم های سرش بطنش میازه اگر استاد میشتن در برابر غنی و در برابر پیروان غنی. اینمی طالب ها پیروان آقای غنی هستن. وقتی که 4 تا راکت در برابر تانگای طالب در شمالی و پروان و کاپیتال داده میشد، آیا او طالب جرات میکرد که یکقدر با تانگ تو به خود بره سر پنشیر؟ حالا میگم بس پنشیری چی؟ بس مردم پنشیر، بس مردمی که واقعا امروز به چی حالت زندگی میکنن. کل گزی را باید قانونی جواب بده، بسم الله خان جواب بده، آقای جایب جواب بده، عطا محمد نور جواب بده. ما دوست ما در گریبان از اینا باید باشه، نه دوست ما در گریبان غنی و امثالش. طالب ها مشخص هست، دشمنی طالب امروز نبودن. طالب 25 سال پیش دشمنیش خود بهتر میکنه که با مردم شمال، با تاجیک، با ازبک، با هزاره، حتی با پشتونی واقعی که از این وطن دفاع میکردن چیکار کردن؟ یا شما ترور جنرال لازق یعنی یک شبه بوده برنامه ریزی شده بوده دیگه، یعنی سقوط تمام ولایت ها یک شبه برنامه ریزی شده. همین آقای محیب آمد اینجا شعار میدهد که ما تاکتیکی عقب نشینی میکنیم، یعنی تاکتیکی که دولت به طالب تعویض میکنیم. ما نمیگیم اینجا بالاخره به زبان فارسی یا به زبان تاجیکی دفاع کنیم، ما میگیم که عزت ما، وقار ما برای مقاومت و برای سادگی ما. وقتی که با سادگی ما، چرا بزرگان ما حتی فرار میکنند در بیرون میرن؟ میگه احمد جوان تجربه نداره، این شکست لشکر نیست. آیا توقع دارن که احمد هنوز بره از اونا امرنهی بگیره؟ احمد 20 سال منتظر شیش که تا شما از آرمانهای پدرش دفاع کنین. برعکس آرمانهای پدرش تا دبی، تا تاشکند و تا کانادا تاراج کردین، دست زیر پای فاشیست انداختین. ما بازم میگم که هیچ وقت پیرو مسعود به خودی حق نمیده که در برابر یک قوم یک الفاظ استفاده کنه.
ما بارها گفتیم که نهلت بر قوم پرست و نجات پرست و فاشید چی تاجیک است، چی ازبک است، چی ازبازار کسی که میخواد باشه، این سرزمین سرزمین تمام اقوام است، نه سرزمینی برادران پشتون یا سرزمینی برادران تاجیک. امروز کابینه ملا نصرالدین شما میبینید تمامش از برادران تروریست که هنوز در لیست تیا نیومده بیرون. این یک پالیسی بزرگ بوده دیگه، باید این نسل جلوش گرفته شود، باید این نسل دوباره طغیان میکنه. 50 سال پیش احمد شاه مسعود یارانش بلند شده قصر ربانی، شاید 20 سال بعد یک کس دیگه بلند شود. این کلش برنامه نوشته و برادر بزرگوار بابای بود که تا صبح گپ بزنیم هنوز کم است. یخن ما نباید به دست کرزی و اشرفانی باشه، یخن ما به دست عطا محمد نور و دکتر عبدالله باشه. دکتر عبدالله 3 دفعه رای میبره عقب نشینی میکنه، ریشه فاشیست دعو میرسونه، ریشه فاشیست قوی میکنه. برنامه های از اونا تحقیق پذیرفته شد بر اساس دکتر صاحب عبدالله. دکتر صاحب عبدالله امروز در کابل میشینه فهیم دشتی خوارزادش تکه تکه میشه. در کجایش بگیم با خدا در درد دل زیاد است جناب آقای خالد، اگر تاسوب صحبت کنیم در زیاد است. میفهم میفهم هر که را دردی رسد ناچار گوید وای را. امروز ملت افغانستان اما دردمند هستند، امروز ملت افغانستان سخت ضربه روانی خوردن، چیزی را اینا به چشم سرد مشاهده کردن که فکر نکنم که جهان تا کنون تجربه کرده باشه. این پلان هایی که در 20 سال عملی شد بالای کشور و مردم ما و بالاخره ای فرار بیشرمان از میدان اوی و هجوم مردم با میدان اوی، اینا مثل از اینکه یک فیلم هالیوود ما و شما به صورت زنده تماشا کرده باشیم. مثلا مختصر ستونی عزیز اگر بگوین که شما گله ها داشتین از بزرگوار و گله ها داشتین از کسایی که در طول مدت 20 سال از تمام امتیازات برخوردار بودن ولی همیش نسل جوان سرکوب کردن، مثلا ما شما از هر کدام خاطره های داریم. پس در اینجا باید دست بشورن از بزرگوار و بزرگنامه ها. رسالت جوانان چی هست؟ جوانان چی کنن؟ آیا به حساب قوم و قومگرایی به کله کله که یکم دیگر بزنن یا ای که از این گذشته 20 سال بیاموزند و با یک مشت قوی برای نجات وطن کار کنن؟ نظر شما چی هست؟ جوانان واقعا اگر ما نمیخواییم با جوانان تویی کنیم، اگر جوانان شعور سیاسی میداشتن در وقتی که دکتر صاحب عبدالله میاد سوگن میخورن قرآن آور میدارن باز فردایش مبنی میکنه، جوان باید امور رو تصمیم خود میگیره، از روشن فکرش گرفته تا عوامش کلش خط خود مشخص میکرد، ویدا میگه به کل از این رهبرهای قومی و سمتی و زبانی، هر کس که قانونم هر کس که دنبال قومی و سمتی و زبانی حرکت نمیکنه برای مردم کار میکرد در دنبال از استاد میشد. متاسفانه هنوز جوانان ما، هنوز ما جوانان رو میبینیم که فیسبوک آقای تمامی رو میچلانه، فیسبوک آقای یک سواید همه چلانه به خاطر که چهار پا برزو میتن، یک کسی که پول نداره ولی واقعا تحصیل کرده و درس کنده و میتونه برزو وطن لاغل یک درد معرم میشه در کنار از استاد نمیشه. پیام ما پیام انجمن فرنگی آمه سوی شهید مقام شهر فرانکفورت ای است که ما باید متحد شیم، ما باید گذشته را فراموش کنیم، یک دوست و یک پارچه استاد شیم. اما فردا اگر باعث نجات ما جنرال دوستم استاد تمامه دیر امثالش میشه، ما باید بر از اینا ویدا کنیم، چون در روز سخت ما را تنها مانده. افغانستان یعنی بعضی از شعار میتن میگه افغانستان به نقطه 20 سال قبل رفت، نه 20 سال قبل باور بکنید که خط ما مشخص بود، الان دیگه خط مشخص نیست. الان ما دیگه دوست دشمن خود نمیفهمیم دیگه کی هست. باید جوانان متحد شوند، یک پارچه شوند، چی در بیرون چی در داخل یک صدا برای خواستای پاکستان و امریکا نبگن تا لاغل بتونن که در این کشور یک روشنایی را ایجاد کنن. یعنی جوان ها در غیر صورت اگر بازم ما جوانای ما دنبال بزرگای گذشته باشه، روز ما بدترزی میشه. باور بکن که یک روزی را بشنوی که مردم کابستا و پروان و تخار و قندوز یک تعدادش که عدالت خواهی میکنه اونا را بلند کنه. اکثر جوان ها را من خبر دارم در پشت مرز ایران تقریبا میگه 50-60 هزار مردم جوان ها در پشت مرز ایران است، کلش میگه از قومی تاجیک هست. دلیل قومی تاجیک چی هست؟ دلیلش که قومی تاجیک دیگه امیدی ندارد، دیگه کسی نیست که در برابر این تهاجم استاد شد از اینا دفاع کنن. یک نفر استاد شد صدای شکمسی نشنوده، انشالله که او یک نفر بازم استاد میشه، بازم عواده های خود داره،
باز مردم از او میخواهد که استوار و محکم استوار شود. دلیل نمیشه که بالاخره دره پنجشیر یک قسمت سقوط کرد دیگه تمامی خواسته و نخواسته دیگه کل مردم به دامان فاشیست لبیک بزن و استوار شود. ما از جوانان میخواهیم که صدا خود را بلند کنند، اعتراض کنند، نه بگن از این خواسته پاکستان، لاغل نه بگن، لاغل یک 50% نه بگن که دنیا متوجه شود. در غیر این صورت ما باید افغانستان را ترک کنیم. ما باید دیگه امیدی نداشته باشیم که افغانستان لاغل حقوق مساوی است. مساوی که نیست، حقوق 1% هم برای قائل نمیشه. دیگه یک قدر در برابر تو عقده گرفته، یک قدر تو عدالت خواهی کردی، یک قدر تو نگفتی، یک قدر تو شعر گفتی، شاعری کردی، خط نوشته کردی، عدالت خواهی کردی، جنبش رستاخیز ببین، جنبش روشنایی رو ببین، هرچی با دیگه نمیتونی با خط نوشته کردن، با شعر دادن حق خود بگیری. امروز باید سلا بگیری، امروز باید تحصیل کرده تاجیک در بیرون، تحصیل کرده پشتونی که دلش به وطن نسوزه بیرون هم متوجه بسازه، در داخل مردم باید استاد شود. در غیر صورت تو نمیتونی حق خود بگیری. دیگه وقت تو زیاد نمیگیرم، خدا کنه که ما زیاد پرفی نکنیم، باور به هیچ آمادگی صحبت کردن نبریم. یک قدر قلب ما شکسته، یک قدر ناامید شدیم در چند روز که باور بکن که دیگه با صدای خودت نتونستیم نه بگیم که حتما گفتیم به خاطر سالوز ناموس و شهید که صدای ما به گوش تمام هواداران جهاد و مقاومت برسن. و دوست یک پیام دیگه هم دارم از تمام کسایی که در 20 سال در بیرون در رابطه با سالوز ناموس کار کردن، یک پارچه شوند، یک دوست شوند، نه یک پارچه که در یک گروه شوند ولی در کل کارهایی بکنن که قابل قبول برای دیگرانشان نباشه. بیایم یک پارچه و یک دوست شویم. ما شاید طالبا امروز نماندن که تلویزیون تلو را بگن که امروز اجده سنبله بود تا روز قهرمان ملی کشور شهید احمد شاه مسعود بود، او را مانع شدن. ما احمد شاه مسعود در قلب تمام مردم عکس شدن. ما این توقع رو این نامید نشیم که والا در تلویزیون تلو سالای سال در قسمت امریکایی کار کردن، سالای سال در قسمت کارای آقای غنی کار کردن. ما از ما توقع رو نداریم. خواهش ما برای تمام جوانایی هستن که یک پارچه شمان، یک دو کن با اوپرتاد نمیتونن به اهداف خود برستن. دیگه وقت خوب براتون میخوایم، انشالله که در 12 سپتامبر پیش از وطن سلطانی عزیز یک بار دیگه تکرار کنین تاریخ برگزاری محفله. تاریخ 12 سپتامبر در ساعت 1 بجه الی تا 5 بجه در شهر دارمشتاد فرانکفورت آلمان. از تمام دوستان میخوایم که در فیسبوک، در تویتر، در کل جای نشر شده، انشالله میتونیم که با آقای کوسار مسئول انجمن فرهنگی آموزش شهید و جناب آقای امیری با ما میتونن در تماس باشن که ما دوستان رو بالاخره راهنمایی کنیم که تشریف بیارن. جهان سپاس ستاری عزیز، بر شما آرزوی موفقیت میکنم، گام هایتان استوار باد. تشکر. تشکر، زنده باشی، شب خوش، ببخشید که وقت نگرفتم. خواهش میکنم، سلامت باشید. خب به بنده گرامی صحبت بود با آقای رضا سلطانی، واقعا جوان بسیار فعال و با انگیزه هستند. چند خبر باقی مانده که خدمت شما، ما این خبرها را میخوانم بنده گرامی و خبرها. اگر شما هم صحبت دارین میتونید تلفن استودیو زنگ بزنین، ما در خدمت شما هستیم. ساعت استودیو ساعت 3 بعد از ظهر با وقت تورنتو، پنجشنبه 9 سپتامبر. وزارت امور داخلی طالب ها پس از انتصاب سرپرست آن در اولین اعلامیه خود از مردم خواست که برای فعلا تحت هیچ نام و عنوان به راه اندازی تظاهرات تلاش نکنند. در این اعلامیه که چهارشنبه شب 17 سنبلا نشر شد آمده است که در چند روز گذشته در کابل و شماری ولایت ها تعدادی از افراد به اشاره حلقات مغرض به بهانه تظاهرات به راه ها و جاده ها بیرون میشن و امنیت را اخلال میکنن و سبب اختلال زندگی عادی مردم و آزار و اذیت مردم ملکی میشوند. وزارت داخلی طالبان گفته است که در این مورد به تمام هموطنان خبر داده می شود که برای فعلا به هیچ نام و عنوان به راه اندازی تظاهرات تلاش نکنند. در اعلامیه گفته شد که تظاهرات باید قانونی باشد و از وزارت عدلیه جواز گرفته و نهادهای امنیتی در جریان گذاشته شود تا امنیت مظاهره کنندگان تضمین شود. به نقل از اعلامیه هدف و شعارهای تظاهرات همچنان محل و زمان آغاز و پایان تظاهرات و چیز دیگر باید دست کم 24 ساعت پیش با ادارات مربوطه شریک
و اجازه گرفته شد. خب به اصطلاح دیگه آیسته آیسته یک چند روز دیگه هم شما شاید خواهد باشین و به این ترتیب گلیم آزادی بیان باید از وطن دیگه با کلی جمع کنیم و منتظر نمانیم که دیگه بعد از این هموطنان ما حرف از مبارزه بزنن، دادخواهی کنن، صدای عدالت‌های خود بلند کنن که آیسته آیسته اینا تحت شرایط خاص قرار میگیره. ولی امروز هموطنان ما در گوشه و کنار جهان صدای اعتراض خود بلند کردن، از آلمان تا بعضی کشورهای دیگه و تا بلاخره به کابل. زنه ها رو تماشا کنید، دوباره برمیگرد. درکتان میکنم، رمق از وجودتان پایین آمده. گروه تهجر، گروه سیاهی، لشکر ابو جهلی بر سرزمین من تو حاکمیت پیدا کرده. درکت میکنم هموطن، اما فراموش نکن حسینیان همه زنده ان. امو شاعر میگه در بیشه که مان مبر که خالیست، شاید که پلنگ خفته باشد. مگر ما و شما تاریخ نخوندیم؟ مگر فراموش کردیم عبدالخالق از بین توده ها ظهور میکنه و سینه دشخیم جنایتکار فاسد نادرخان نشانه میگیره؟ ما امروز خون تازه امام حسینه نمیمانیم خشک شود. ما پایان کربلا را انتظار نداریم. ما زندگی مقاومت گونه را تا ابد ادامه میدهیم. زنده باد مقاومت. من یک شعر از سفری نظری میخونم به اجازهتون. کوتاه است، خسته نمیشید. میگه باید که از زخامت دیوار بگذریم، از چوبه های حلقه این دار بگذریم، از صد و از حصار فرارای زندگی، از سنگ و از خشت رجه میمار بگذریم. شاید مسیر رفتن ما بیشه بیشه است، باید پیاده از سر هر خار بگذریم. این کوی غم که بر رمق شانه های ماست، ناچار زیر وزنه این بار بگذریم. این شهر مسلخی که به زاغان رسیده است، از حتم خاک کوتل آوار بگذریم. در مشته های ما که هیچ متاعی نمانده است، از هست و بود و خاک بسیار بگذریم. تزریق زهر در رگ ما سال و سالها، با زخم نیش از دهن مار بگذریم. آنان که در سیاهی تاریخ زنده اند، از برکه اسارت بازار بگذریم. باید به نردبان فراسوی قدم نهاد، تا از کلای فرق سپیدار بگذریم. ما اجازه نمیدیم دیگه بالای ما جنایت، خیانت، معامله صورت بگیره. فرزندان جوان برومند شما در هر یک از استان، شهرستانهای کشور زنده اند. هر یک آماده مقاومت مقابلت در برابر تشخیمانند. امروز نخنی وجود داره که ما را دستان ما را بست را تسلیم کند و نه ترس و خوفی از دشخیم طالب وجود دارد. اما مناسب است جنگ مقاومت شیوه های مختلف دارد. سپاسمندتان که حضور پیدا کردین. بارها حضور پیدا میکنیم در برابر تروریسم نمیگویم. طالب یک نهاد نی، حکومت نی، بل یک تروریست است. با فارسی بله بانوانی که تشریف آوردن، هر کدامتان
هر چیزی که برای گفتنی دارین لطفاً اینجا تشریف بیارین با زبانهای فارسی، آلمانی، انگلیسی و هر زبانی که خودتان دوست دارین دردهای دلتان را بگوین و پشتیبانیتان ابراز کنین. تشکر. درود و سلام خدمت تمام عزیزانی که آمدن. اولی که ما ممنون تشکری میکنیم که کلتان امروز اینجا آمدیم، و دومی که یک ذره کمتر انرژی وجود نداره. وقتی که ما شما وقت گذاشتیم آمدیم دمیجه جمع شدیم، این دوستایی که دیجه گشفت دارن گشفتایشان بسته شده، ما شما باید صدای خود بلند بکنیم و همه باید بفهمن به چی خاطر ما شما اینجا جمع شدیم. امروز و هفته گذشته و یا هفته های گذشته که ما شما جمع شدیم، کلتان خبر دارین که وطن ما شما تسخیر شده، وطن ما شما را گرفتن، در وطن ما شما تهاجم آوردن، وطن ما شما را یک گروه متحجر، یک گروه تروریستی، یک گروهی که از طرف کشورهای که می فهمین چه رقم اونا پیچکاری می شدن آمدن افغانستان را یا خراسان را تسخیر کردن. ما شما باید وقت صدا می کنیم بگویم نه به طالب، نه به تروریست، نه به یک گروه متحجر. میبینیم که یک گروه متحجر، یک گروه سیاهی که به هیچ چیزه اینا قائل نیستن، نه به حقوق زن، نه به حقوق طفل، نه به حقوق بشر، به هیچ چیزی اینا پابند نیستن، امروز آمدن افغانستان را گرفتن. ما باید صدای خود را از مقاومت پنجشیر بلند بکنیم تا تمام جهانیان بفهمند که امروز یک مقاومت در اینی نقطه از جغرافیا صورت گرفته، و باید جهانیان و اروپایان بفهمند که این لشکر متحجر را هرگز به رسمیت نشناسند و با این مقاومت استادگی بکنند و این مقاومت را اینا کمک بکنند. شما هر کدامتان یک مقاومتگر هستین، در صورتی که بار دیگه میان یک دوستتان را بیارین، در صورتی که شما با هشتک سیف ده پنجشیر بپیوندین و شما صدایتان را با اروپایا و با جهانیان بلند بکنین که اینطور یک لشکر متحجر آمده و تمام افغانستان را توسط غنی مزدور فروخته. شما بازم یک بار دیگه تشکری میکنم که آمدین، ولی لطفا صدایتان را بلند بکنین، این رقم بی انرژی نباشین. ممنون. زنده باد مقاومت، زنده باد مقاومت، زنده باد مقاومت، زنده باد مقاومت، ماشاءالله ماشاءالله. شما ببینید تعداد مردم ها. We want freedom! We want freedom!
بگو 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 یادتان است بینده گرامی همیش میفتیم که اگر جهان ای بار درستار به وطن ما بیارن و اگر بار دیگه زندگی را بر وطنداران ما تلخ بسازن، با جهان باید داشته باشه که با یک نسل متفاوت روبرو هست، نسلی که دیگه اسارت قبول نداره، نسلی که دیگه نمیخواد که برده باشه، نسلی که دیگه نمیخواد که نسل دوم دو وطن باشه، نسلی که دیگه نمیخواد در خانه های خود زنداری باشه. نسل امروز، جوان امروز با زیور علم و دانش آراست است. نسل امروز نسل بیدار است، نسل خواب‌آلود دیروز نیست. جهان دید که افغان در هر گوشی از جهان با بلند کردن صدای همبستگی، صدای همدلی، کاخهای استبداد به لرزه در آوردن. جهان شاید فکر نمیکرد که اگر چنین حادثه در افغانستان اتفاق بیفته، افغانها در هر گوشی از جهان صدا بلند کنند، چون استعمار کار زیاد کرده بود و این لحظه هم کار میکنه. در فیسبوک ها شما میبینین، در هر کجا میبینین کار کرده بودن که ما را پارچه پارچه و جدا جدا بسازن، فصل فصل کردن ما را، که هر کدام به قوم و به قبیله و به زبان و به منطقه خود تندیشیم. ولی تجاوز آشکار نظامیان پاکستانی در رس رئیس داری آدمکشی آیسای و خیانت گروه اقانی، زنگ خطر در بین تمام هموطنان ما به صدا در آورد و برشان این پیام داد که اگر امروز هموطن ما در پنجشیر مورد حمله وحشیانه قرار گرفته، فردا ولایت دیگه است، فردا ولسوالی دیگه است، فردا قریه دیگه است. همیست که در امروز در سر تا سر جهان نسل بیدار، نسل آگاه، نسل با انگیزه، نسل هوشیار ما بلند شدن، صدای همبستگی خود با مردم خود در داخل کشور بلند کردن، تجاوز و تقبیه کردن، نفرین گفتن بر ترستان سیاه دل و از خدا بیخبر طالب. تا چی زمانی اینا میکشن؟ شیشه را اگر بشکنی هر ذره آن نشتر است. هر قدر که بکشند، هر قدر که ویران کنند، باز هم خون آزادی خواهی، خون دشمن ستیزی در رگ رگ مردم ما جا داره. هر قدر که بخواین که این مردم خوار و زبون کنن، باز هم این مردم سلحشوری هستن که
شاید در بسیار ناتوانی ها باز هم فریاد عدالت خواهی و فریاد استقلال خواهی رو بلند کنن. پس بهتر است که هموطنان ما دوباره در پهلوی مظاهره ها اینا قطعنامه هایی هم داشته باشن. قطعنامه هایی از اینا باید بیشتر روی این مسئله باشه. دیگه کمک نخواهین از جامعه جهانی، کمک نخواهین از امریکا، کمک نخواهین از اتحادیه اروپا، کمک نخواهین از ملل متحد. نامه هایی که روان میکنین، نامه ها باید دادی باشه که سکوتتان چی معنی داره؟ ریختن خون بیگناهان وطن ما چرا پیش شما بی‌ارزش است؟ باید هموطنان ما مخصوصا امی لحظه که در کانادا هستند و انتخابات هست، باید از مسئولین دولت کانادا پرسان کنند که چرا رفتی میلیاردها دلار پول تکس مردم هم جروان کردی و فعلا نظارگر هستی، با بی تفاوتی جریانات وطن میبینی و هیچ کاری انجام نمیدی. و کس یک تعداد کسایی رو که آورده دولت کانادا، چون ما سخته ای وقتا مصروف هستم میدگرمی، یک تعداد از کارمندان دفتر بدنام و خائن پرور شورای امنیت و میتونن تو آوردن که اینا اگر صادق می بود وطن به اون آل روز نمی انداختن و اینا از دید ما باعث برهم زدن امنیت کانادا هم میشه. کی را باید هموطنان ما یک روز را به خاطر از این که این مردم پس از کانادا اخراج شوند، دیپورت شوند، به هر جایی که برن، برن به اونم افغانستانی که امروز اینو تو بدبخت ساخته. شورای امنیتی شما را میگم، شما جلادا و شما خائنین که امروز در تورنتو هستین اعضای دفتر مهم، و کسایی که در بخش‌های عالی نظامی کار میکردن و امروز خب چپ در تورنتو هستین، شما جزو خائنین هستین که وطن تباه ساختین، شما جزو اونمو قاتلین هستین که امروز خونهای هموطنان ما در روی سرک ها ریخته میشه. با کدام وجدان شما امروز آمدین در کنار مردم پاک و مردم به آلایش ما در چی در کانادا، چی در امریکا و چی در اروپا نشستین؟ آیا شرم در شما هست؟ آیا وجدانی در شما وجود شما هست؟ کارمندان شورای امنیت دکتر مایب، شما خائنین وطن فروش ها رو میگم، آیا وجدان دارین؟ آیا میبینین اوضاع وطن که در چی حالت؟ ولی شما امروز در تورنتو راحت نشستین. یا باید هموطنان ما در تورنتو در عوض از این که مرگ و درد بر پاکستان میگن و مرگ و درد بر این میگن، باید یک صدا شوند و از دولت کانادا بخواین که این چهره های منحوس، این چهره های فریبکار، این چهره های خائن، این چهره های وطن فروش، این قاتلین مردم افغانستان به زیر کدام عنوان تو آوردی به تورنتو آوردی؟ باید اینجا قبل از اینکه انتخابات به پایان برسه هموطنان ما باید از یخن جستن ترودو بگیرن که تو با کدام عنوان با وزیر امیگریشنت این تعداد از خائنین و این تعداد از قاتلین مردم افغانستان آوردی که در تورنتو. باید هموطنان ما در امریکا و اروپا هم شناسایی کنند چهره ها را که آمدن، این چهره ها در کسایی بودن که با خانواده های خود با بکس های سفری آمدن، ولی کسایی که از دید از اینا که مستحق بودن یا با امریکا یا کار کردن یا با کانادا کار کردن، از اونا خبر نیست. دفتر شورای امنیت تقریبا 29 نفر در تورنتو تشریف آورده. با کدام وجدان شما آمدین؟ شما خائنین وطن فروش قاتل بست بی وجدان. مگر شما اوضاع وطن نمیبینین؟ شما خائنین؟ دفتر شما خائنا بود که امروز وطن ما به این مصیبت گرفتار شد؟ محب خائن بود، فضلی خائن بود، اشرف غنی خائن بود که امروز مردم ما اینقدر خوار و زبون و بیچاره و ذلیل شدن؟ سکوت نکنید در برابر از اینا. جوانان ما در تورنتو سکوت نکنید. ما اسناد کل از اینا را داریم، یک تعداد کیایی که در اینجا آمدن، تماس بگیرین، بیاین ما براتون اسناد میتون بلند شوین برین به دفتر امیگریشن که تو این قاتلین برای چی آوردی؟ این شورای امنیت خائن برای چی آوردی؟ این رئیسای دفتر و مفتر اینا را برای چی آوردی در تورنتو؟ اینا که فردا اینجا جایگزین شن، اونمو چون فکر و اوش و مغزشان خیانت و جنایت و دسیسه و تبدیل، پس زندگی آرام مردم کانادا را هم اینا آرام میسازن. در هر کجا شما اگر صدا بلند میکنین، اعتراض میکنین،
جامعه جانی نه دیگه بعد از اینا التماس نکنین، برای از اونا بگوین که شیبانیو خجالت بکشین که شما در وطن ما طالب جنایت میکنه، شما حمایت میکنین، شماهایی که از حقوق زن میگوتین فعلا زن ما خواهر ما شلاق میخوره و تو در سازمان ملل متحد و تو در قصر سفید و در لندن و در اتحادیه اروپا و در مسکو و اینجا تماشاگر هستیم. صداهای تانه شما باید قطعنامه های نوشته شود که جهان سکوت شرمبار تو بشکنان در برابر وطن ما. ما تنها از وطنان خود شکایت داریم که ای در کجا رفت، ای فرار کردی، در اینجا رفت، ای در اینجا رفت. اما بین که جامعه جهانی را بعد از این ما و شما زیر فشار قرار بدیم که ملت ما، ملت مظلوم ما، ملت دردمند ما چه گناهی را مرتکب شده بودن برای این جهان بی‌مروت که این چنین خوار و ذلیل و زبون شوند و دوباره بعد از 20 سال دوباره در زیر ساطور قصاب های جنایتکاران طالبی قرار بگیرند. بدنهایی که دیروز عکسایشان در چی بود صفحات اجتماعی بود همه که قمچین خوردن و شلاق خوردن، این بدنها آغاز برای جنایات بعدی. روز لیست را افغانستان انترنشنل افشا کرده که یک لیست طویلی را ترستان وحشی برون کردن که most wanted. این چقدر شرماور از قصر سفید، چقدر قصر شرماور از جامعه جهانی، کسایی که امروز در لیست سیاه شما قرار دارن، کسایی که امی امروز شما بالای سر از اونا جایزه موندین، اونا در وطن ما میرن موست وانتد میسازن، اونا در وطن ما لیستایی رو بیرون میکنن که در لیست سیاه ما قرار دارن که اینا ضد منافع امارت اسلامی باید عاجل دستگیر و مجازات شون. این که بعد از این مظاهرات خود از آلت از این که به اصطلاح فرمولتی بیرون کنیم که تنها بریم از صدها نفر هزاران نفر جمع شیم، مرگ بر پاکستان، مرگ بر این، مرگ بر اون، مرگ بر اون. سالها 42 سال ما مرگ گفتیم اما بالاخره مرگ نصیب ما شد. باید تغییر بدیم، شیوه کار تغییر بدیم، خواست خود تغییر بدیم. ما باید فشارها رو بیشتر بسازیم بالای جامعه جهانی. ما شما امروز اگر قدرت خود بفهمیم بیندایگرامی در کشورهای زندگی میکنیم، هر کدام ما شما یک قدرت هستیم، به هر کدام ما شما دولت ها نیاز داره، چون هر کدام از اینا در انتخابات به یک رأی ما شما بر از اینا بسیار ارزش است. پس ما میتونیم که عوض از این کارها قطعنامه های نشته کنیم، نامه های نشته کنیم، جهان متوجه بسازیم که واقعا جفا کردن در برابر وطن ما، در برابر مردم ما. باید اینا سکوت خود بشکنانن تا جهان سکوت خود نشکنانه. یادتان باشه که این مردم ما که فراغ کردن اینا سکوت خود نمشکنن. یا یه خبر دیگه باقی من بیندگرامی خبریست که یادتان باشه چند وقت پیش گفتن که چینایی ها هم بسیار آرام آرام در داخل افغانستان سرمایه گذاری کرده و امریکا را به اصطلاح میخواهد که در اینجا درگیر بسازه و انتقام شکست های اقتصادی خود در گوشه و کنار از او بگیره. و این کم که باور مردم نمیشد، اما هفته گذشته یکی از سناتورهای امریکایی فریاد کشید که اگر متوجه نباشین چینایی ها میدان هوایی بگرام متصرف خواهد شدن. و بسیار شرم‌آور است برای دولت چین که گفت که اینا دیروز گفته بودن که ضمن استقبال از اعلام کابینه طالبان به منظور رسیدگی به امور فوری یه بشر دوستانه 31 میلیون دلار وعده کمک دادن. دولت چین اعلام کرده که اعلام کابینه طالبان به ایجاد ثبات در افغانستان کمک خواهد کرد. وانگ ونبین سخنگوی وزارت خارجه چین در یک نشست خبری گفته که چین اهمیت زیادی برای اعلامیه طالبان در مورد ایجاد یک دولت گذار قائل است. با گفته او اعلام کابینه از سوی طالبان و بیش از 3 هفته عرج و مرج در افغانستان پایان داده و گام لازم برای بازگشت نظم و بازسازی در این کشور است. از سوی دیگر وانگ هی وزیر خارجه چین بعدا در طول روز در یک نشست مجازی با همتایانش از پاکستان، ایران، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان که جملگی همسایگان افغانستان است نیز شرکت کرد. بر اساس بیانیه که وزارت خارجه چین منتشر کرده و در این شرط گفت که امریکا و متحدانش وظیفه دارن بیش از هر کشور دیگر به افغانستان کمک های اقتصادی و انسانی انجام بدن. اما یادتان باشه که این بار نوبت چین است و چین از حالا قدم پیش میاد.
و در افغانستان هم بیکاری به اوج خود رسیده و وطنان ما شکوا و شکایت دارن. خب ما ویدیو گرامی صحبتایی که امروز داشتم تقریبا رو به پایان است. امیدوار هستم که هموطنان ما این حادثه که در کشور است و این احساسات که امروز دارن این گذرا نباشه، ادامه دار باشه. جامعه جانی وقتی که میبینه که با مقاومت نظامی در داخل افغانستان و با مقاومت مدنی در بیرون از افغانستان مواجه میشن، اینا ناگزیر میشه که چشمای خود باز کنن، گوشای خود باز کنن تا شنوا شوند، وجدانهای خود بیدار کنن تا مغزهایشان بپذیره که در وطن ما اینا جفا کردن، در وطن ما در برابر مردم ما اینا واقعا جفا کردن و اینا باید جبران کنن. هرچی که خونهایی که در وطن ما ریخته شده جبران نمیشه، وطنداران ما دیگه زنده نمیشن، اما حداقل از کشته شدن بیشتر هموطنان خود باید جلوگیری شوه، از اذیت و آزار بیشتر هموطنان ما باید بعد از این جلوگیری شوه. در این آغازین روزها که اینا سخت انتظار دارن که جامعه جهانی اینا را قبول کنه و اینا یک تز نمایشات را انجام میتن و یا به اصطلاح یک تز از خودگذری های را انجام نشان میتن و یا در برابر کسایی که مظاهره میکنن و اینا میکنن واکنشتون نشان نمیتن، صرف بخاطر از این که چند کشور اینا را به رسمیت بشناسد تا اینا وارد از حمایت جامعه جهانی برخوردار شوند. اما وقتی که اینا واقعا بیندای گرامی اگر داخل چی شوند به رسمیت شناخته شوند، باز اون وقت دیگه کسی نمیتونه که دلو ظلم و جنایت و خیانت و وحشت و بربریت از اونا رو بگه. پس میفهم کار مشکل است در غرب که هر روز باید بیکار باشین و صدا بکشین، ولی اونمو وطن اونمو مردم سر من و تو حق دارن که صدایشان خفش ده. امروز حتی شنیدین شما که در بسیاری از جاها تا اینترنت اینا قطع کردن در کابل که دیگه صدای اعتراض و صدای عدالت خواهی به بیرون از کشور درز نکنه و آیسته آیسته اینا قیدات بیشتر وده میکنن. در یک کلپ دیگه شما دیدین که یک جاهل دیگه به نام ملا و به نام این و آن تلویزیون ها را از خانه مردم جمع کرد و تلویزیون ها را اعدام کرد و میگن که تلویزیون ها مایه شر و فساد بود. اما امروز همی احمق نادان نمیبینه که رهبرش و کلانش می در همین تلویزیون ها بر مردم صحبت میکنه و گپ میزنه. پس اگر تلویزیون مایه شر و فساد است، خب رهبرای شما، بزرگای شما، هر کلانای شما، هر کدام از اینا فاسدین هستن، شیاطین هستن که در اونمو تلویزیونایی که وسیله شر و فساد است ظاهر میشن و با مردم صحبت میکنن. اینا هر قدر که بحکم شون پایه پیدا کنن در کشور ما، با ما اندازه از ظلم و استبداد و جنایت از این سیاه رویان تاریخ، از این از خدا بیخبران تاریخ، از این بقایای خاد و بقایشان آستنه بیشتر میشه. با امید از اینکه روزهای خوبی را در وطن بالاخره شاهد باشیم، با امید از اینکه بالاخره جامعه جهانی وجدانهایشان بیدار شود و وطن ما را از این مصیبت و از این بدبختی نجات بدن. تشکر میکنم از حوصله‌مندیتان، تشکر میکنم از امرویتان. قانون خانوادگیتان گرم و همیشه سبز باشین. یادتان باشه اگر میخواین در برنامه هفته شهید اشتراک کنین باید با ما تماس بگیرین تا نام شما ما را درج لیست کنیم. تا دیدار بعد، الله پاک نگهدار یکایک شما عزیزان باد.